بسم الله الرحمن الرحیم میگیم روز چهارم روز چهارم کنترل پلن امو پینال هست در وندوز هفت وان کیار کنترل درس امروز ما شما از قسمت بخش وندوز دفندر شروع میشه و پیش میره بخیر وندوز دفندر زمانی که شما پوینتر ماوس بالا زبان خودش برای شما مسیج میده وندوز دفندر پروتکشن اگینست اسپایر اند پوتنشیالی انوانتد سافت ویر در صورتی که دفندر وندوز شما آن باشه هر قسم ویروس که در داخل کامپیوتر میشه یک تعدادش توسط خود وندوز دفندرش میشه پس از بین برده میشه یه هم بالای از زمانی که مثال شما کلیک میکنین همیش فکرتان باشه که دفندر وندوز شما یک دفعه چک کنین کان است یا آف است یعنی زمانی که یعنی کار شما بالای وندوز دفندر شما میشه از این قسمت میشه که مثال ایره شما به شکل اسکان کار کنین اسکان یعنی در صورتی که مثال شما میخواین امی درایو سی نه یا سیستم درایو شما اسکان کنین اش استفاده میکنین از قسمت بخش وندوز دفندر کویک اسکان ایره که اصاب بزرگترین فرصت چی میکنه اسکان میکنه فایلش بازیابی میکنه فول اسکان که اصاب ایره چی میکنه اما مکمل درایو بر شما اسکان میکنه کاسم اسکان کاس انتخابی است یعنی شما کدامش هم میتونین انتخاب کنین یا کویک بگیرین یا فول سیستم اسکان و از قسمت چی کنین اون رو سلیکت و واسه اینجا بالا اسکان ناو کلیک کنین و یعنی قسمت کاس استوری شما نفس استوری بای منا که مثال شما اینمی دفندر شما کرده باشین یا اسکان کرده باشین در کدام تاریخ شما میکار انجام دادین تولزش کاس ای در قسمت تولز هم اینه آپشن هایشان هست که کدام آپشن هایی که مثال شما بر از یاد چک میکنین مربوط دیلی اسکیجوال میشه که به اون شکل که امو اسکان که ما شما رن میکردیم هم میشه که بر شکل چی رن کنین را بر شکل یک اسکیجوال که بر شما داده میشه هم مطابق یک تقسیم اوقات کنسل میکنه میره من در ایست ادمنستراتیف تولز در لیست ادمنستراتیف تولز هم اکثر آپشن های ازی که از ارتباط مستقیم به خود ایجاد کردن یوزر ایجاد کردن لوکال دسکا بخش خود اکثر موارد دیگه است رایت کلیک زمانی که مثال شما در قسمت میکنین بالای کامپیوتر منیجمنت که کلیک میکنین این لیست از فایل ها یا لیست از آپشن ها را برای شما چی میکنه دیسپلی میکنه در اینجا ما شما میگیم در لیست سرچ ازی شما مثال بر ازی چی تایپ میکنین کنترل بالای کنترل پینل میگیم کلیک میکنیم خب در اینجا زمانی که شما کلیک کردین ایره به شکل لارج آیکن ست میکنیم لارج آیکن زمانی که ما شما ای رست کردین در کنان بخش مهم کلیک میکنین در قسمت بخش ادمنستراتیف تولز بالا از شما رایت کلیک کنین یا کلیک راست بر ازی فشار بتین ای رو چی کنین از قسمت اوپن کنین اوپن زمانی که شد لارج آیکن برای همین کامپیوتر منیجمنت رایت کلیک میکنیم خب در اینجا زمانی که مثال شما دایلی هست آمدین این قسمت که هست بخش چی هست همین قسمت بخش
کامپیوتر منیجمنت هست. دلیل سی کامپیوتر منیجمنت زمانی که مثال شما آمدین بالای لوکال یوزرز اند گروپس دبل کلیک میکنین. دبل کلیک کار ما شما من در قسمت بخشی چی هست؟ لیست یوزرز ما کلیک میکنیم. ویندوز کیار نوت پد. در ابتدا ما تعریف میکنیم خود یوزر چی هست. What is user؟ User is a person who is user چی کسی هست؟ user هر کس میتونه user باشه. user عبارت از شخصی هست که از کامپیوتر چی میکنه؟ استفاده میکنه. types of user، user هم از خود چی هست؟ انواع و اقسام داره. یا که هستن در ابتدایش built-in user هست و شماره دوی از این که هست چی هست؟ نان بلتن یوزر هست. نان بلتن یوزر. بلتن یوزر ها چه قسم یوزر های هستن؟ بلتن یوزر ها او یوزر های را میگه دی آر کریتد دیورینگ دا ویندوز انستالیشن. بلتن یوزر های برای تاسنام ای یوزر های هستن یا قسم یوزر های هستن که در جریان انستال کردن ویندوز اینا چه میشن؟ ایجاد میشن یا ساخته میشن. نیاز به ایجاد کردن خود یوزر نداره. کدام یوزر هست؟ یکی بخش اولش چی هستن؟ اینا بخش ادمنستریتر هست. ادمنستریتر دوم از یا چی هستن؟ گیست هست. یوزر ادمنستریتر و یوزر گیست که هستن اینا چی هستن؟ از جمله بلتن یوزر هستن. اینا گفتیم که در جریانی که شما ویندوز انستالشن میکنین یا چی میشن؟ فعال میشن. ادمنستریتر یوزر ها چه قسم یوزر هستن؟ has default control of the computer. ادمنستریتر یوزر عبارت هست نمی یوزر های هستن یا قسم یوزر های هستن که اینا فول کنترول کامپیوتر چی هستن در دست یعنی در دست دارن. بای دیفالتش که هستن اینا که هستن در کلام مالت هستن بای دیفالت دی آر اما بای دیفالت یا در کدام مالت قرار دارن در حالت دیسیبل هستن غیر فعال هستن. گیس هم چی هستن؟ گیس از یوز فار رید اونلی. گیس نام یوزر هست که در کدام مورد استفاده میشه به شکل رید اونلی هست. یعنی شما کدام تغییرات را که خواسته باشین در قسمت خود سیستم وارد کنین یا در کامپیوتر شما یک کار کرده نمیتونین. نام بلتن یوزر ها چه قسم یوزر های هستن؟ دی آر کریتد بای دا یوزر لایک ادمنستریتر. خب نمبر تری یوزر ها گفتیم نام یوزر هستن که اینا توسط خود یوزر ادمین چه میشن؟ ایجاد میشن. اما فکرتون باشه که یوزر هایی که به شکل ادمین هست و یوزر هایی که به شکل گیست هست دی کن not created more than one. ای نوع یوزر را شما نمیتونید بیشتر از یک دانه ایجاد کنید. چرا؟ یا متعلق به خود سیستم هستن متعلق به ویندوز هستن. اما یوزرهایی که نان بلتن هستن مثل استاندارد یوزر را شما میتونید که از یک الا هر چند که یوزر خواسته باشین چی کنین خودتان ای را ایجاد کنین. پس نال شما دی لیست مین یعنی بخش لیست که هسته چی هسته بخش لیست یوزر هسته. اگر مثال بخش لیست یوزر شما خواسته باشین که از نگاه شارکت اکسس کنین یا برازی شما دسترسی داشته باشین شارکتش چی هسته lusrmgr.msc equal to local users and groups. خب
رایت کلیک ما شما میکنیم در قسمت مهم خب در اینجا زمانی که مثال شما کار کردین اگر شما بین کیار LUS RMGR.MSC را برازه ما شما همچنان تایپ کنیم LUS RMGR.MSC انتر خب اینجا لیست چی در مقابل شما خود دسپلی کرد لیست یوزر بین ببینین در ابتدا زمانی که مثال شما در این موقعیت میبینین اینی ادمنستریتر و یوزر گیست که هست بالای ازی یک شرکت هست یا بالای ازی یک نواتیر هست به این که اینا فعال هستن موجود هستن اما با دیفالت در کنام حالت قرار دارن در حالت غیر فعال قرار دارن اما چند دانه دیگه ازی یوزر فعال هستن؟ دو دانه دیگه شکی پی آی چی هست یکی اینی یوزر سرفراز هست حالا اگر مثال شما کدام یک دانه یوزر جدید میخواین بسازین بالای اینی یوزر کلیک کنین خب یوزر جدید نامش چی باشه؟ دی آی تی باشه فول نیمش چی باشه؟ فول نیمش همیش فکرتان باشه که در قسمت بخش لاگان خود دسپلی میکنه سعی کنین در یک قسمت ای یوزر دیگه ما شما کدام فول نیم داره؟ نداره سعیست این ما شما مثال نامش هم میمونیم بچه نام برام دوبلومه انفارمیشن تکنولوژی اینجا برازی شما یک دسکرپشن تاین میکنین مثال نان بلتن یوزر نان بلتن یوزر ای را کریت کنین خب کریت شما ای را کردین حالا ما شما زمانی که من مثال در یک قسمت کلیک میکنیم میریم در لیست لاک خب در لیست لاک زمانی که ما شما آمدیم میریم به سویجیزر مراجعه میکنیم چند دانه یوزر اینجا خدا فعال کرد فعلا سه دانه اون نامی را که ما شما برازی داده بودیم نام یوزر نیم اصلی ما شما چی بود؟ دی آی تی بود اما دی آی تی در یک قسمت برای شما خود دسپلی نمیکنه فول نیمش همیش فکرتان باشه در قسمت بخش لاگان نیم خود دسپلی میکنه اینی جاره میبینین در بخش لاگان نیم اگر شما مثال پس به یوزر مراجعه میکنین اینی جا میبینین لاگان نمیشه بچه نام بود لاگان نیم ازی به نام دیپلومه بود فهمیده شده که شما یوزر نیم دارین یکی فول نیم دارین فول نیمش در قسمت لاگان نیم خود دسپلی میکنه و اینیم قسمت نیمش در لیست یوزر ها فهمیده شد اگر پس بیاییم ما شما بیاییم در یک قسمت برازی لاک بگوییم لاک آره ما شما بینمی یوزر دی آی تی میخواییم لاگین شویم بالا ازی کلیک کنینی هست پاسورد ست شد چه قسم تغییرات؟ این سال کردن نمیتونه هر سافت را که شما میخواین این سالشان کنین با استفاده از طریق یوزر ادمین این کار را کردن نمیتونه دیگه یوزر را این کار را کردن نمیتونه یا یوزر را به شکل ادمین بسازش یا از با ادمین بسازش دو چانس هستن یعنی جا با کدام یوزر ما شما فعلا لاگین شده ایم با یوزر دی آی تی حالا ما پس از یوزر چی میکنم مبرایم با این در قسمت بخش چی لاک سویج یوزر خب طریقه ایجاد کردنش فهمیدین که چی بود فهمیده شد حالا اگر مثال شما پس من رایت کلیک میکنین اینی ست پاسورد چی وظیفه داره به خاطر دادن پاسورد برای هر یوزر را که شما انتخاب میکنین به کار میره بیاین در قسمت پراپرتی سازی مثال پاسورد برازی ما شما ست کردیم ای که هر پاسورد هست ای را اوکی کنین اوکی زمانی که ما شما کردیم افکتش یا تغییراتش را میخواییم ببینیم بیاین در قسمت بخش چی لاک ای را شما لاک کردین حالا برامو یوزر میریم مراجعه میکنیم چند کرکتر پاسورد برازو دادیم؟ 5 کرکتر بود بالا ازی کلک کنین فهمیده شدی؟ طریقه چی بود؟ ست کردن پاسورد بود آره پس از این ما شما مبراهیم میریم با لاک میریم کلک میکنیم بیم لیست سویج یوزر
با یوزر اصلی لاگین میشیم. خب پس شما در یک قسمت باید راید کلیک کنید، سه دقیقه فهمیدین که چی وظیفه داشت. برای دادن چی بکار میره؟ پسورد بکار میره. Alt task. Alt task همچنان شما از اینجا میتونین برای هر یوزر که شما در نظر داشته باشین چی ست کنین؟ پسورد ست کنین. دلیت چی بکار میره؟ چی وظیفه داره؟ اینمی یوزره که شما فعلا اینجا چند دانه یوزر دارین؟ 4 دانه یوزر است. یکی از یوزرها رو میخواییم از بین ببریم. راید کلیک برای زمانی که میکنید دلیت کو. اینجا برات مسیج میده Are you sure you want to delete the user of DIT؟ یوزر DIT نمیخوایی که از بین ببری؟ بله. برای ازی کلیک کو ایرام یاس کو. پس حالا اگر مثال شما در قسمت بین بالای لاک کلیک کنین، آیا اگر با سوی یوزر مراجعه کنیم یوزر DIT دلیل شما موجود است؟ خب رایت کلیک دلیت شخص فهمیدن که چی میکنه، رنم چی میکنه؟ اینمی نامه که فعلا برای اینمی پیایش این نام ازی هست، نیم ازی را چینج کن. مثال نیم ازی باشه بچی نام با نام اینی نام برازی ما شما ست کردیم. حالا اگر شما مثال بین کمیتر را لاک کنین اینمی نام در اینجا چی باید شود؟ دیسپلی باید شود. نامش چی شد؟ چینج شدن این نامه که شما برازی داده بودین. من در رنم اخفه میدین باین در قسمت لیست پراپرتیز تنظیمات اصلی از یه قسمت شروع میشه. فول نیم و دسکریپشنش اخ پیشار براتون کار کردم. من در قسمت از یه که چی مسیج میتا یوزر چینج پاسورد ات نکس لاگان. پیشار زمانی که ما با یوزر جدید لاگین شدم یا با او داخل شدم و همزمان همو جس پیش ما تقاضای از یه کرد که ما پاسورد چی کنیم؟ چینج کنیم. آره ما میم اینی را از اینجا شما برازی چی کنین؟ چک مانین اکتیوش کنین. چه معنا؟ با پاسورد اصلی شما با او لاگین شدن نمیتونین. زمانی که میخواین پاسورد تایپ کنین مگه پاسورد جدید تایپ کو. آره بالا از رایت کلیک کو این چک از اینجا یا نه چک اصلا نه اینا رو ببینین. ما بالا از رایت کلیک میکنم در قسمت ست پاسورد، یک پاسورد برازی ما شما ست میکنیم، یک دو ای را اوکی کنین. اوکی زمانی که مثال شما کردین بین دی لیست برین بالای چی در قسمت بخش لاک. لاغ زمانی که شما رفتین به این بلسی چی اینمی یوزر پرمختگ ببین یک دو یک انتر کو. از این پس مبراهیم مهم بچی بلس لاغ سویج یوزر. خب حالا اگر شما برای از این مثال پاسورد ست کنین، خب با یه پاسورد لاغین شد. حالا پس بریم ستنگ خدا ست کنین. پس به این دلاغ پس سویج یوزر. خب من ما شما در یک قسمت کلک میکنیم رایت کلک پراپرتیز ای اپشن رو دیدین که چی هست؟ در کدام حالت بود انچک شده بود. اگر پس شما مثال در اینجا من برازی پاسورد ست میکنین، پاسورد برازی ما شما ست کردیم، حالا میگیم اینمی پاسورد شد در این که نو که یوزر میخواین لاغین شد به اینمی یوزر پرمختگ باید چی کنه؟ تقاضای پاسورد جدید کنه یا بگوید پاسورد چی کو ست کو دیگه پاسورد یک دو. چی مسیج داد کمیتر؟ The user must be changed password before logging on the first time. اونجا ما برازی ما شما پاسورد ست کردیم، پاسورد از عبارت از عدد یک و دو بود. آن اینجا از پیش شما چی نمیخوایا؟ پاسورد باید چی کنین؟ چینج کنین. بالای اوکی کلیک میکنین. زمانی که شما بالای اوکی کلیک کردین اینی فریم اول یا در خانه اول پاسورد قبلی شما هست. میتونین شما یا پاسورد قبلی رو برازی تایپ کنین یا ری تایپ کنین یک پاسورد جدید. خب یک پاسورد جدید ما برازی ست کردم. حالا من این قسمت بالای زی کلیک میکنم. پس میگه your password has been changed. پاسورد ما چی کردیم برازی؟ چینج کردیم. بالای زی کلیک کنین. حالا فهمیدین آپشن اول وظیفش چی بود؟ با پاسورد اصلی شما لاگین شدن نمیتونین. میخوای زمانی که شما لاگین شدن تقاضای پاسورد میکنه چنجش کو. اول فهمیده که چه میکنه، دومش چه میکنه؟ User cannot change the password. شما ببینین
اینه یوزر سرفراز از بالا ازی اگر من رایت کلک میکنم در پراپرتیز ازی چی نشته است اینجا یوزر cannot change password اکتیو است یا غیر فعال است غیر فعال است سعی کنین ما ویندوز کی آره پرس میکنم میرین در لیست کنترل پینل کنترل پینل زمانی که شما آمدین اینی جا میرین ما شما بالای چی کلک میکنین در قسمت بخش یوزر اکاونت یوزر اینه بالای یوزر اکاونت میم اگر یوزر اکاونت زمانی که شما آمدین اینجا چی میکنن چینج پاسورد کارنت پاسورد پاسورد فیلی از اینو ما برازی تایپ میکنم آره پاسورد جدید برازی من میتونم چینج کدام مسیج داد کمی تر بنا نداد خب اگر ما میخوایم که کار ست کنم که در داخل خود یوزر خودم باشم یوزر اتمنم باشم پاسورد را چینج کردن اتانم پس در قسمت پراپرتیزش بریم اینی گزینه را برازی چی کنیم تک مارک کنیم فهمیده شد در داخل هر یوزر که شما باشین پاسورد را شما چینج کردن نمیتونین تک مارکش کو اپلای اوکی آلا اگر وین که را پرس کنین برین در لیست کنترل پینل برین در لیست یوزر اکاونت چینج پاسورد پاسوردش یک و دو بود قبلش پاس داده میره آره پاسورد جدید برازی ست کردن ویندوز کن نات چنج در چی؟ پاسورد فهمیده شد؟ ات در یوزر اتمن هستین اگر او را شما فعال سازی بانین حتی از طریق خود یوزر اتمن پاسوردش را شما چنج کردن نمیتونین فهمیده شد؟ کنسل کنی میره خواهمش با یوزر اتمن همش فکرتان باشه که را شما در کدام حالت بانین؟ در حالت فعال باید بانین پاسورد نیور اکسپایر پاسورد چی نی بر اکسپایر نه پاسورد هیچ گاهی تاریخش چی اکسپایر نشه با دیفالت نمیش فکرتون باشه با دیفالت چی مانا با دیفالت که هسته پاسورد ایچ خوب دقت که خو با دیفالت عمر یک پاسورد چقدر است که اگر ما شما برازو چک نکرده باشیم که پاسورد نه بر اکسپایر تا 42 روز است برای چقدر وقت است؟ تا 42 روز است و مکزیمم از این چقدر است؟ تا 42 روز کار میکنه پاسورد شما بر از این ست کردین آپشنش تکمار نکردین که پاسورد نه بر اکسپایر تا 42 روز پاسورد کار میکنه بعد از 42 روز تقاضای پاسورد جدید میکنه خب مکزیمم از این چقدر است؟ بالاترین عمری را کی داره؟ مکزیمم از این 999 روز 999 را حدود تقریبا 3 سال قدر هم میشه دیگه فهمیده شد؟ چه قسمی را ثبوت میکنه؟ دقت کن بخاطر از این کار type and run sigpool.msc در این شما چی باید تایپ کنین؟ sigpool.msc شارکتش هسته این را یک اوکی کنین در یک قسمت زمانی که شما آمدین خب من در قسمت چی اکاونت پالیسیس من در کنان سه بخش پاسورد پالیسیس سعی کنین مکزیمم پاسورد ایج از این چقدر است؟ 42 روز یعنی در صورت که اگر او تک مارک نباشه پاسورد نیور اکسپایر تا 42 روز کار میکنه بعد از 42 روز خدا پس چی میکنه؟ غیر فعال میکنه و پاسورد پالیسی در قسمت پاسورد پالیسی زمانی که مثال شما من کلیک میکنین در قسمت مینیمم پاسورد ایج ازی مکزیممش سعی کنین تا 42 روز هسته سعی کن تا چقدر کار میکنه تا 999 روز حدود چقدر وقت میشه حدود 3 سال اگر شما برازی بگوین 1000 صد قبول میشه صفر دیگر افزود که قبول نمیکنه فهمیدین که هدف در چی بودک نه چرا دلیل شما یوزر موجود است فقط از این قسمت در قسمت پاسورد بیا اینی موضوع رو برش تک مارک ببین ما مثال اینجا اگر من در قسمت لیست یوزر جدید جور می کنم اما این غیر فعال کو این یوزر کن نات چند پاسورد بر از فعال بان و پاسورد نه بر اکسپایر زمانی که شما فعال میکنین یک پاسورد تا حدود 3 سال کار میکنه در صورتی که ویندوز شما چنج نکنین یا ویندوز دیگه سالشان نکنین خب 3 سال مگم رتویل است فهمیدین که گپ در کجا بود پاس می میجرد کلک پراپرتیز برین کلک کنین ای پاسورد نیور اکسپایر فهمیدین که چی بود
maximum password age, یعنی در صورت که اگر شما ایره فعال سازی نکرده باشین تا 42 روز کار میکنه، بالاترین age چقدر است؟ 999 روز است. Account is disabled. Account is disabled چی معنا میده؟ disabled بای معنا شما یک یوزر رو میخواین برای یک مدت موقت غیر فعال کنین، یعنی در آینده پس از او استفاده کرده بتونی. مثال این یوزر پرمختگ است یعنی فعال است. اگر شما اینجا میخواین ببین lock switch user یوزر چی است اینجا؟ فعال است. اما ما میخواییم این غیر فعال کنیم برای یک مدت معین. سعی کنین بالا از این رایت کلیک کنین، برین در قسمت پروپرتیز اکاونت از دسیبل ما چی تشریح کردیم؟ گفتیم اگر برای یک مدت موقت نمیخواییم از یک یوزر استفاده کنیم، یوزر موجود باشه ما به صورت غیر فعال نگاهش میکنیم. بالا از این کلیک کنین، اپلای کنین، ای رو اوکی کنین. سعی کنین این هم در کنم حالت قرار گرفت، در حالت غیر فعال، حالت دیسیبل. برین در قسمت کلیک کنین، برین در کرام سا در قسمت لاک. خود لاک زمانی که شما رفتین برین به سویچ یوزر مراجعه کنین. آیا یوزر پرمختگ اینجا باقی مونده؟ نمونده. فهمیده شد یک یوزر؟ یوزر رو دلیت نمیکنین، برای یک مدت معین میگین از این ما استفاده نمیکنیم. پس میرین فعالش میکنیم. برین در این قسمت رایت کلیک ها. کدام سا باید برین؟ در قسمت پروپرتیز کدام آپشن غیر فعال پاس کنیم؟ اکاونت از دیسیبل پاس کو اوکی کو اوکی بین دلست لاک لاک سویج یوزر یوزر پرمختگ ده اینجا خدا چی کرد؟ دیسپلی کرد. فهمیده شد؟ پاسورد سپه کرد از قسمت بولم از اینجا. پس من در پروپرتیز اکاونت اس لاکاوت لاکاوت می فهمین که هدفش در چی هست. بعض اوقات شما اگر با یک یوزر پاسورد واقعی یک یوزر رو نفهمین، دو مرتبه سه مرتبه پاسورد شما اشتباه تایپ میکنین، کامپیوتر خود چی میکنه؟ مصروف میسازن. این مربوط چی میشه؟ اکاونت لاکاوت. باز هم به خاطر از این کار ما شما مراجعه میکنین در کنم مثلا سیکپول دات ام اس سی. سیکپول دات ام اس سی کدام بخش کمیتر است؟ عبارت از بخش پالیسی کمیتر است، بخش یوزر رایت اسانمنت است. بخاطر از این کار پس ما شما من به ویم بیار مراجعه میکنیم. آره نمی کارم من میخواهیم تنظیم کنم. در ابتدا اگر شما مثال بالای هر یوزر ایک رایت کلیک میکنین، اکام لاکاو چی است؟ غیر فعال است. اکام لاکاو چی وظیفه داره؟ خواهی دامه به تو برم چی وظیفه داره؟ مثلا یک یوزر غیر فعال کنیم والا چی وظیفه داره اکان لاک اوت؟ شتبه فوات یعنی پاسورد یک یوزر شما نمیفهمین، به شکل اشتباهی پاسورد تایپ میکنین. اینمی پاسورد دو مرتبه سه مرتبه که شما غلط تایپ میکنین، کمیتر چی عکس العمل نشان بده؟ کمیتر تو لحظه عکس العمل نشان نمیده که اینی مسئله چی باشه؟ تک مارک نباشه. سعی کنین ایره ما چطور ست میکنیم؟ فعلا ست نشده. Windows QR سکول دات ام اس سی در کنم بخش اکاونت پالیسیز. اکاونت چی؟ اکاونت لاک اوت پالیسی. خب در قسمت اکاونت لاک اوت پالیسی زمانی که شما میین اینی اکاونت لاک اوت دیوریشن است. اکاونت لاک اوت دیوریشن یعنی اینمی که ای شما یک پاسورد اشتباهی تایپ میکنین، کمیتر برای چقدر وقت امی یوزر غیر فعال نگاه کنه. صحیح برای از اینجا شما میین کلیک میکنین. از اینجا زمانی که مثلا شما کلیک کردین، بای دیفالتش همیشه فکرتان باشه برای نیم ساعت
غیر فعال نگاهش میکنه برای چه وقت؟ نیم ساعت. اینجا مدته که یک پسورد شما اشتباهی تایپ میکنین چه وقت باشه؟ مثال میگم سه مرتبه زمانی که پسورد اشتباه تایپ میشه کامپیوتر باید انمی یوزر را بسته کنه. اپلای اوکی. برای چه وقت؟ سه مرتبه تنظیم کردیم. حالا بیاد این قسمت. اگر شما بالای زیراج کلیک کنین برین در قسمت پراپرتیز غیر فعال است نه. پس من شما در قسمت بخش لاک میریم کامپیوتر لاک میکنیم با سویچ یوزر مراجعه میکنیم. مراجعه که کردیم پسورد از انمی یوزر فکر کنم من نمیفهمم فراموشم شده. یک دفعه اشتباه، دو دفعه، سه دفعه. در فرند بار سیم آخرین کاری که شما تکمیل میشه اینی مسیج دیسپلی میشه. چه میگه؟ The reference account is currently locked out and may not be locked onto. انمی اکانت ما شما چی شد؟ لاک شد. حالا با پسورد اصلی هم شما به این لاگین شده نمیتونین. بکنم پسورد، پسورد اصلی. ببین در کدام حالتی میره؟ مصروف نگاه میکنه خود اینمو توی دادخ زده میره مسیج بلکه ما برای شما میده. اما برای اما تایمه که برای زیر ست شده برای چه وقت است؟ سی دقیقه است یا مو سی منت. بله؟ سلام آقا سیجوه پینسابت نمای خدا که نور شمتیه رو شده میک باشم. پس من با سویچ یوزر ادب شخ فهمیدن که در کجا بود. ای کدام وقتا نیاز میشه برای ما شما که این کار انجام بدیم. پس من برای سویچ یوزر برین در قسمت پراپرتیز. آره خدا چی کرده؟ فعال سازی کرد. هدف شخ فهمیدن که در چی بود. ای را غیر فعال کنین. غیر فعال آره خو غیر فعال شد. اینی جا ستنگای دیگه هم مانده. این را میبینین برای چه وقت بودی؟ سه بار. حالت سه بار پسش کو در حالت صفر بانشه. ای که شما حال پسورد اولو که صد مرتبه هم اشتباه تایپ کنین کمیتر ایش کنم عکس العمل از خود نشان نمیده. لاکش کو بیاد لیست سویچ یوزر بیاد اینجا نشان میده کنم عکس العمل. فهمیدن که هدفش در چی بودک؟ پس میرین در سویچ یوزر بعد از 3 منت خدا پس ایار قسمی میسازه که با پسورد اصلی تو لاگین شوی. اگر با یوزر ادمین این کار کنی پسورد شنافه میکنم بیتر دیگر مجبور پسورد از بنیوری دیگر های چورا نداری تو.